104 سورت سورت القریش است. 104 سورت سورت القریش است. تلاوت و ترجمه فارسی و تفسیر معارف القرآن سورت القریش. یکصد و چهارم سورت القریش، تلاوت سورت القریش. بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فارسی ترجمه سورة القریش. سورة القریش مکیه و هی اربعت آیه. سورة قریش در مکه نازل شده و دارای چهار آیت می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع به نام خدای بی حد مهربان و بی نهایت رحیم. فارسی ترجمه سورة القریش. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. بخاطر مانوسی قريش، مانوس گردانیدن آنها به سفر زمستان و تابستان. لإلاف قريش، بخاطر مانوسی قریش. ایلافهم رحلت الشتاء و صیف، مانوس گردانیدن آنها به سفر زمستان و تابستان. فلیعبد رب هذا البیت، باید بندگی کنند پروردگار را، این پروردگار این خانه را. فلیعبد رب هذا البیت، باید بندگی کنن پروردگار این خانه را. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، آن که طعام داد به آنها در گرسنگی و امن داد به آنها در ترس. آن که طعام داد به آنها در گرسنگی و امن داد به آنها در ترس. تفسیر سورة القریش از به زبان فارسی از معارف القرآن. خلاصه تفسیر، چون که قریش خوگر شده اند، یعنی به سفر زمستان و تابستان عادت کرده اند، پس به خاطر شکر این نعمت باید مالک این خانه کعبه را عبادت کنند. آن که به آنها در گرسنگی طعام داد و از ترس آنها را در امان گذاشت. خلاصه تفسیر، چون که قریش خوگر شده اند، یعنی به سفر زمستان و تابستان عادت کردن، پس به خاطر شکر این نعمت باید ما مالک این خانه کعبه را عبادت کنند. آن که به آنها در گرسنگی طعام داد و از ترس آنها را در امان گذاشت. معارف و مسائل
Suratul Quraysh. Ma'arif ve Masaili Suratul Quraysh. همه مفسرین بر این اتفاق نظر دارند که این سوره به اعتبار معنا و مضمون وابسته به صورت فیل است. همه مفسرین بر این اتفاق نظر دارند که این سوره به اعتبار معنا و مضمون وابسته به سوره فیل است. شاید بدین خاطر در بعضی مصاحف این هر دو یک سوره قرار داده شدند و در میان آنها بسم الله نوشته نشده است. ولی زمانی که حضرت عثمان غنی رضی الله عنه همه مصاحف قرآن را جمع آوری نموده از آنها یک نسخه آمده از آنها یک نسخه آماده کرد و همه اصحاب کرام روی آن اجماع نمودند و با آن نسخه قرآن و با آن نسخه قرآن در نزد جمهور امام گفته می شود. در این نسخه دو سوره از هم جدا قرار داده شدند و در میان آنها بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شد. لإيلاف قريش حرف لام از نظر ترکیب نحوی متقاضی این است که با مضمون گذشته در ارتباط باشد. بنابراین در این باره اقوال متعددی وجود دارد. بنابر تعلق معنوی آن با سوره قبلی بعضی فرمودند که در اینجا جمله انا اهلکنا اصحاب الفیل محذوف است، یعنی ما اصحاب فیل را به این خاطر هلاک کردیم که قریش مکه به دو سفر زمستان و تابستان عادت داشتند و در راه مانع برای آنها پیش نیاید و در قلب همه عظمت آنان جایگزین گردد. بعضی فرمودن که جمله اعجبو در اینجا محذوف است. بعضی فرمودن که جمله اعجبو در اینجا محذوف است، یعنی از معامله قریش تعجب کنید که چگونه در زمستان و تابستان بدون خطر بدون خطر دارند با مسافرت می روند. و بعضی فرمودند که ارتباط آن با جمله بعدی است که در آیه می آید، یعنی فلیعبدو، مقصود این که قریش باید در نتیجه این نعمت ها سپاسگزاری باشد و در عبادت او باید بپردازد. در این صورت پا در پلیعبدو به این خاطر آورده شده است که در جمله ما قبل معنای شرط وجود دارد. در هر حال در این صورت فرموده که چون قریش به دو سفر عادت داشتند، یکی در زمستان به سوی یمن و دیگری در تابستان به سوی شام، و این دو سفر مدار معاملات و تجارت آنها بودند و بنابر همین تجارت آنان ثروتمند و غنی بودند، بنابر این خداوند دشمن آنها اصحاب فیل را به سزای عبرتناک مبتلا نموده، عظمت آنها را در
قلوب مردم متمکن ساخته که آنها هر کجا بروند مردم از آنان تعظیم و تکریم بجا آورند. برتری قریش بر بقیه عرب ها، برتری قریش بر بقیه عرب ها در این سوره به این نیز اشاره شده است که در تمام قبایل عرب قریش به پیش خداوند مقبول و محبوب است، چنان که در حدیث آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند از همه فرزندان حضرت اسماعیل علی نبینا علیه السلام کنانه را و سپس از کنانه قریش و بعد از قریش بنی هاشم سپس از بنی هاشم محمد صلی الله علیه و سلم را برگزید. رواه البغوی عن واصلة بن الأسقع. در حدیث دیگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است همه مردم در خیر و شر تابع قریش هستند. رواه مسلم عن جابر مظهری. علت برگزیدن خداوند که در حدیث سه اول بیان گردیده است غالبا این است که قبائل از ملکات و استعداد خاص برخوردارند. در زمان کفر و شرک و جاهلیت هم آنها بعضی اخلاق و ملکات فوق العاده داشتند، استعداد قبول حق در آنها بسیار کامل بود. از اینجاست که صحابه کرام و اولیاء الله از قریش گذشته اند. مظهری. الريح حلت الشتاء والصيف. این امر معروف و معلوم است که مکه مکرمه در چنان جای آباد است که نه در آنجا مزرعه یه وجود دارد و نه باغ و میوه که اهل مکه از آنها استفاده نمایند. بنابراین حضرت خلیل الله علی نبینا علیه السلام بانی بیت الله هنگام آباد شدن مکه با بارگاه خداوند چنین دعا فرمود: این شهر را جای امن قرار ده و با اهل مکه از ثمرات رزق عطا بفرما. ارزق اهله من الثمرات، که هر نوع میوه از بیرون آورده شود. یجبا الیه ثمرات کل شیء. بنابراین مدار معیشت و زندگی اهل مکه بر این بود که آنها بخاطر تجارت و مسافرت بروند و از آنجا ضروریات خود را بیاورند. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرموده است اهل مکه در افلاس و مشقت بزرگی قرار داشتند تا اینکه پدر بزرگ
یه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هاشم قریش را بر این واداشت که بروند در ممالک دیگر تجارت کنن. سرزمین شام جای سردی بود، لذا در فصل تابستان به این طرف و یمن جای گرمی بود، زمستان به آنجا سفر میکرد و با تجارت استفاده میکرد. و چون آنها بخاطر خادم می بیت الله بودنشان در تمام عرب مقدس و محترم به شمار می رفتند، از هر نوع خطر سفر و راه در آمان قرار گرفته بودند. روش و طریقه هاشم که سردار مسلم همه آنها بود چنین بود که هر منفعت و سودی که از این تجارت با دست می آمد آن را در میان امیر و غریب به قریش تقسیم می کرد، تا جایی که مردمان نادار با ثروتمندان مساوی قرار می گرفتند. سپس خداوند بر آنها احسان بیشتری فرمود که هر سال آنها را از زحمات تی دو سفر چنین نجات داد که مناطق یمن متصل به مکه یعنی تباله و حج را چنان سرسبز و زرخیز در آورد که محصول آنجا در اثر مزید بر ضرورت حمل شده در جده جهت فروش آورده می شود. و بدین شکل همه انواع نیازها در جده برآورده می شدند. اهل مکه به جای این که به آن سفر طولانی بروند، در این سفر دو منزل را به جده سفر کرده همه نیازهای خود را از آنجا تهیه می کردند. خداوند متعال در این آیه احسان و انعام خود بر اهل مکه را ذکر فرموده: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. پس از ذکر انعامات جهت ادای شکر آنها ضمن خطاب ویژه‌ای با قریش هدایت گردید که عبادت مالک این خانه را بجا آورید. در اینجا از جمع صفات خداوند صفت رب البیت به صورت ویژه از این جهت بیان گردید که همین خانه کعبه سرچشمه همه فضائل و برکات بود. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. در اینجا تمام آن نعمتهای بزرگ دنیا که برای خوش عیش بودن انسان لازمی هستند را برای قریش شمکه جمع‌آوری فرمود. اطعمهم من جوع شامل همه لوازم خورد و نوش است، و آمنهم من خوف شامل مسئولیت از دشمنان و رهزنان و همچنین شامل مأمون بودن از عذاب آخرت است. فایده ابن کثیر فرموده است هر کسی که موافق به این آیه عبادت خداوند را انجام دهد، خداوند برای او وسایل امنیت و بی خوف و خطر بودن در دنیا را فراهم می سازد و همچنین در آخرت. و هر کسی که از آن اعراض نماید، این هر دو نوع امنیت از او سلب می گردد. چنان که در جای دیگری از قرآن کریم آمده است: ضرب الله مثلا قریتک انت
آمنت مطمئنة يا أتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فإذا أقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة نحل آية 112. یعنی خداوند متعال، یعنی خداوند مثال یک روستایی را بیان فرمود که آن مأمون و محفوظ و از هر خطر مطمئن بوده، رزق آن از هر طرف با او پر می آمد. سپس اهالی آن روستا با نعمتهای الهی کفران نمودند، پس خداوند آنان را در اثر عمل کرد پس خداوند آنان را در اثر عمل کردشان با گرسنگی و ترس مبتلا فرمود. فایده بزرگ. ابو الحسن قزوینی فرموده است، ابو الحسن قزوینی فرموده است که هر کس از دشمن یا مصیبت خطر داشته باشد، خواندن لایلاف قریش بر آن خواندن لایلاف قریش برای او تأمین دادن او محسوب می شود. امام جزری نقل فرموده است که این عمل از آزمون شده و مجرب است. حضرت قاضی ثناء الله پس از نقل آن در تفسیر مظهری فرموده است که شیخ من حضرت میرزا جان جانان به من دستور فرموده است که به هنگام خوف و خطر این سوره را بخوانم و فرموده است که خواندن آن برای دفع هر مصیبت و بلا مجرب است. حضرت قاضی صاحب فرموده است که من بارها آن را آزمودم. تمت سورة القریش بحمد الله تعالی. یوسر شپگم سورت دی درسم سپاری سورة القریش. سورة القریش مکیتون. سورة القریش مکی سورت ده او پدی که چلور آیاتون او یو رکو ده. دی سورة القریش پختو ترجمه او تفسیر دی کشاف القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. دی خدای په نامو شروع کوم چې ډیر بخونکی بیا بیا مهربان. دی یو سل شپگم سورة القریش تلاوت.
قريش فاكتو ترجمة لإلاف قريش. قريش عادت سويدي، قريش عادت سويدي إلاف رحلة الشتاء والصيف. يعني دي زمي أو دي وولي دي سفر سر عادت سوي، يعني دي زمي أو دي وولي دي سفر سر عادت سوي. دي سورة القريش دي دوهم آيات تفسير دي كشاف القرآن. په مکه معظمه کې غله نه پیدا کیږي. په مکه معظمه کې غله نه پیدا کیږي. په مکه معظمه کې غله نه پیدا کیږي. د قریشو دا قاعده وه چې هغوی به د تجارت په مکه معظمه کې غله نه پیدا کیږي. د قریشو دا قاعده وه چې هغوی به د تجارت په غرض په کال کې دوه سفره کول، په ژمي کې به یمن ته تلل او په اوړي کې به شام ته تلل. په لاره کې او په یمن او شام کې به خلکو د دوی ډیر لحاظ و احترام کاو، ځکه چې د کعبې شریف خادمان. نو په دې صورت کې هغوی ته ویل سوي دي چې هر کله تاسو د کعبې شریف په نوم خپل حقوق ضابطې او د دې کور په برکت په وطنو باندې په امن او اطمینان سره ګرځئ او مالونه ګټئ، نو په کار دا دي چې تاسو د کعبې د خدای په عبادت کې دوه زوره ولګوئ او نور خلقنا مخک لارس. فليعبدوا رب هذا البيت. نو هغوی له پکار دي چې د دې کور کعبې د رب عبادت دی کوي. نو هغوی له پکار دي چې د دې کور کعبې د رب عبادت دی کوي. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. چې
دل وگی په حال کې روزی ور کړی ده او د هرې ویرې نه یې په امان کړی دي. چې دل وگی په حال کې روزی ور کړی ده او د هرې ویرې نه یې په امان کړی دي. 106 نمبر سورة القریش مکیت. سورة القریش مکی سورت ہے، اس کا 4 آیت 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. لإيلاف قریش، قریش کو رغبت والا، قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے، قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے. إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا. فليعبد رب هذا البيت، پس انہیں چاہے کہ اس کے گھر خانہ کعبے کے رب کے عبادت کریں تاکہ اس کے شکر گزاری ہو. پس انہیں چاہے کہ اس گھر خانہ کعبے کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقے کی حالت میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا، اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و معمون زندگی سے نوازا. جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقے کی حالت میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا، اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و معمون زندگی سے نوازا.